با یک ویدئو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. ادمین و دوست صمیمی میلاد حاتمی هم روبوده شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همین جا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. شهنام سلطانی، رفیق و ادمین میلاد حاتمی، شاخ اینستاگرام جلوی زنش دزدیده شد. شب گذشته همسر شهنام سلطانی یک ویدیویی از ربوده شدن همسرش توسط یک فرد ناشناسی منتشر کرد که در این ویدیو یک فرد ناشناسی با یک ماشین مشکی همسر شهنام رو می‌دزده و همسر شهنام دنبال اون ماشین میدوه و میگه که من الان تو این تنهایی چیکار کنم. هنوز مشخص نیستش که چرا شهنام سلطانی روبوده شده و توسط چه کسی یا چه کسانی روبوده شده است، ولی آن چیزی که در پشت صحنه مشخص هست، همه این شاخهای اینستاگرام که خودشونو به نوعی صاحب استانبول میدونستن، بعد از دستگیری و دیپورت شدن میلاد حاتمی به داخل کشور یه جورایی همشون ترسیدن و خودشونم اعتراف کردن و حضورشون در صفحات مجازیشون خیلی کمتر از قبل شده و نسبت به گذشته حضور کمرنگ تری در رسانه ها و فضای مجازی دارن. به عنوان مثال ساسی مانکن قرار بود در شهر ایروان ارمنستان و همچنین دبی کنسرت برگزار کنه که به دلیل ترس از بازداشت در کنسرتاش کنسرتش رو کلن کنسل کرد و حتی واکنش دنیا جهان بخت گفته بود حتی بمیرمم نمیخوام بیام کشورم، به یکی پول میدم برام قرص برنج بگیر و به هم قرص برنج بده تا بمیرم مگر اینکه جنازم برسه. و اما واکنش ساشا صبحانی که گفته بود من همین الانشم میدونم که در زندان دارن انگشتای دست میلاد حاتمی رو میشکنن و از طرفی من میدونستم که یه روزی بالاخره این اتفاق برای میلاد میفته، چون میلاد حاتمی یکی از آدمهایی بود که دیگه شورشو در آورده بود. به عنوان مثال من 2 سال پیش خودم کارای میلادو میکردم اما با شدت کمتری، ولی میلاد دیگه شورشو در آورده بود. من چون میدونستم راهو دارم اشتباه میرم دیگه اون اشتباهات 2 سال پیشمو تکرار نمی کنم، ولی میلاد دیگه شورشو در آورده بود. یه روز میرفت با لامبورگینی هندونه میفروخت و هندونه فروشو مسخره میکرد. یه روز میگفت من صاحب استانبولم. خب معلومه که اگه یه مهاجرم بیاد داخل کشورمونو بگه من صاحب تهرانم، به ما بر میخوره و باهاش برخورد میکنیم و تمام تلاشمونو میکنیم که گیر بیافته. ساشا صبحانی در ادامه گفت میلاد حاتمی کاملا راهشو اشتباهی رفته بود و خودشم اینو میدونستش که اگر پاش به داخل کشور برسه حکمش چی هستش. به خاطر همینم همش تلاش میکرد که پاش به داخل کشور نرسه و البته ناگفته نماند که همون بحث گروگانگیری محسن افشانی توسط میلاد حاتمی هم در پرونده و گیر افتادن میلاد حاتمی بی اثر نبود. چرا همه میدونن که محسن افشانی آدم گیری هستش، یعنی انقدر رفت تهران استانبول تهران استانبول تا بالاخره تمام تلاشش رو کرد و در پرونده میلاد حاتمی و این گرفتاریش بی اثر نبود و امروز شاهد این گرفتاری میلاد حاتمی هستیم. ساشا صبحانی در ادامه گفت برای مثال بسیاری از افراد در مورد من قضاوت عجیبی میکنن و به من تهمت میزنن، به من بد و بیراه میگن و به من میگن ساشا تو این چنین هستی اون چنین هستی، تو آقازاده هستی، ولی اصلا اینطور نیست. چرا به موزیکای من و کارهایی که من میکنم فکر نمیکنن؟ چرا زحمتهای منو نادیده میگیرن؟ من بیشتر کار اصلی موزیک هستش. چرا نمیان بگن که ساشا به زبان اسپانیایی آهنگ میخونه و موزیکاشو منتشر میکنه، از توکیو تا خود آمریکا صداشو میشنون و آهنگاشو گوش میکنن؟ چرا ازم تعریف و تمجید نمی کنن؟ چرا دنبال اینقدر بهونه هستن؟ ساشا صبحانی در ادامه گفت
من برای میلاد حاتمی به شدت نگران و ناراحت هستم، هرچند که اون آدمی هستش که خیلی یه دستی به خود من زده بود و ازش زیادم خوشم نمیاد، ولی خب راضی به مرگشم نیستم و راضی نیستم که انقدر گرفتار بشه. اما در بین شاخه اینستاگرامی تنها کسی که از منتقل شدن میلاد حاتمی به داخل کشور خیلی خوشحال خرسند هستش کسی نیست جز بهادر وحشی. بهادر وحشی گفت من با دستگیری و دیپورت شدن میلاد حاتمی دلم خنک نمیشه. دنیا جهانبخت، پویان مختاری، ساشا ابروکتلتی و بچه زواری، دنیا جهانبخت و بسیاری از افراد دیگه باید توم پس بدن، یکی یکیشون دستگیر بشن و بیان داخل کشور و مجازات بشن. بهادر وحشی در ادامه گفت میلاد حاتمی امشب تو بند عروسه، صاحب لباس عروسه. میلاد ساعت چنده؟ بگو ساعت چنده. بعد تو هم نوبت پویان کوتوله است. بعد پویان هم نوبت ساشا بچه زواره. آره، جیب مردم رو وقتی شب خواب بودن میزدید، الان باید جواب پس بدید، باید توم پس بدید. بهادر وحشی در ادامه خطاب به امین فردین خبرنگار پرحاشیه هم این چنین گفت امین فردین جیره بگیره اینا، خوک شطرنج، تو به خاطر اینا و به خاطر پول مادر و خواهرت و همه اینا رو با هم میفروشی، نون به نرخ روز خور. اما محمد کاظم تاش بعد از دستگیری میلاد حاتمی در مصاحبه‌ای با شبکه اینترنشنال این چنین گفت گفتگو با محمد کاظم تاش ملقب به مسعود ترکیبی و از تبلیغ کنندگان سایت‌های شرط‌بندی مسابقات ورزشی. مسعود ترکیبی بعد از دستگیری میلاد حاتمی گفت آدم از یه ساعت دیگه خودش خبر نداره، الان دیگه بعد دستگیری میلاد حاتمی فقط استرس دارم، فقط ما نیستیم که این سایت‌های شرط بندی رو تبلیغ می‌کنیم، شما فقط ما چند نفر رو می‌شناسید، بالای 2000 نفر هستن که مستقیم و غیر مستقیم تبلیغ می‌کنند، شما فقط چند نفرش رو در اینستاگرام می‌بینید و می‌شناسید. مسعود ترکیبی در ادامه گفت مگه وقتی میلاد حاتمی از کشور خارج شد سایت بتو پیشبینی داشت؟ به خاطر 4 تا فیلم برای او 6 ماه کار اجباری در شهرداری و 2 سال زندان حکم دادند. در 6 ماه کار اجباری میلاد حاتمی در شهرداری میلاد قرار بود 6 ماه رفتگری بکنه. مسعود ترکیبی در ادامه گفت چرا یک جوان رو فراری میدن که آخرش اینطور بشه؟ مسعود ترکیبی در ادامه گفت بعضی وقتها پیام هایی که به من در اینستاگرام میدن رو میبینم خجالت میکشم به کسی نشون بدم، از بس آرزوی مرگ و بدبختی و بیچارگی میکنن. محمد کاظم تاش ملقب به مسعود ترکیبی در ادامه گفت من با عنوان کسی که سایت قمار شرط بندی رو تبلیغ میکنه قمار رو به هیچ بنی بشری توصیه نمیکنم. مسعود ترکیبی در آخر گفت محال سایت‌های شرط‌بندی مسابقات ورزشی جمع بشه. مسعود ترکیبی در ادامه خطاب به مردم گفت مردم اگر فکر می‌کنید روحیه باخت و ندارید لطفاً توی این سایت‌های شرط‌بندی شرکت نکنید و بازی نکنید، کسی شما رو مجبور به این کار نکرده. اینها صحبت‌های مسعود ترکیبی یکی از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی بود. دوستان عزیز، ما در این ویدیو و صحبت‌هایی که از جانب شاخه‌های اینستاگرامی که در فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر شده بود برای شما گفتیم هیچ گونه مسئولیتی نداریم و فقط صحبت‌های این شاخه‌های اینستاگرامی رو برای شما در قالب یک ویدیو تهیه کردیم. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو راجع به صحبت‌های این شاخه اینستاگرام در قسمت کامنت‌ها برامون بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. با تشکر.